با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم، با زنگ سلامت 240 در خدمتتون هستم. خب خیلی ممنون بابت نظرات و پیشنهاداتی که در طی مدت برای برنامه بنده میفرستید. بنده هم سعی میکنم که هر نکته مهمی که باشه براتون توضیح بدم. همجور که گفتم، امروز هم به یه سری از سوالات شما عزیزان پاسخ میدم. این سوالات از یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام و جاهای مختلف به دست بنده میرسه که متاسفانه معمولا با تأخیر همراهه. در کنار اینا خیلی از سوالات بنده همونجا پاسخ میدم. منتها یه نکته و خواهشی که از شما عزیزان دارم اینه که از اونجایی که تعداد برنامه ها خیلی زیاد شده و معمولا اگه شما در وبسایت ها و جاهای مختلف نگاه بکنید، برای هر مشکل و بیماری که شما بتونید نام ببرید حتما یه برنامه بوده و هست. لطفاً اول قبل از اینکه سوالتون رو بفرستیم به این سایت ها مراجعه بکنید. اگه برنامه مورد نظرتون رو پیدا نکردین و یا جواب سوالتون رو پیدا نکردین، بعدم با بنده تماس بگیرید. در خیلی از مواقع بهترین کار اینه که در صورت امکان به همکاران فیزیوتراپیست مراجعه بکنید، چرا که اونها میتونن با ارزیابی بهترین و مؤثرترین روش درمانی رو برای شما پیشنهاد بکنن. سوال اولی را گفتن با سلام و خسته نباشید. حدود 2 ماه قبل موقع پوشیدن جوراب ناگهان کمرم از سمت چپ گرفت و درد شدیدی ایجاد کرد. اصلا نمیتونستم حرکت کنم. بعد از 1 هفته به دکتر مراجعه کردم. بعد از گرفتن عکس از کمرم، نتیجه عکس اینطور بود. مهره زیر. حالا دردم تا حدودی کم شده، اما وقتی زیاد روی صندلی بنشینم یا سر پا بیستم درد لگنم بیشتر می شود و موقع درازکش هم توی کمر و باسنم می سیزد. دکترم گفته باید جراح بروم و روزی 3 عدد بروفن مصرف می کنم، اما به خاطر عوارضش می ترسم مصرف کنم. از شما چه کار کنم؟ با سپاس. خب بیننده محترم، شما حتما توصیه دکترتون رو به نظر منم بایستی نظر خوبی داده، گفته راه برید و البته در کنار راه رفتن اون تمرین های مربوط به کمر را حتما انجام بدین. با توجه به این مشخصاتی که دادین، یا احتمالاً مفصل لگن شما که ساکرو ایلیاک جوین میگیم آسیب دیده، که معمولا 1 طرفه که شما گفتین در طرف چپ بوده، ولی همیشه هر مشکلی که تو کمر داشته باشیم اون ماچهای کمر بیش از حد سفت میشن و باعث کمبود دامنه حرکتی در ناحیه لومبار میشه که مشکلات ثانویه دیگری هم به همراه داره. پس به همین خاطر شما بایستی تمرینات ناحیه کمر و لگن رو انجام بدین. هم برنامه برای کمر زیاد داشتیم که تمرینات رو همین اخیراً در 4 مرحله برای شما نشون دادم، از بیماری که روی تخت خوابیده در بیمارستان تا مرحله آخری که ورزش‌ها و تمرین‌های خیلی سنگین و برگشت به فعالیت‌های کاری و ورزشی بود. پس هیچ نگران نباشید، با این مشخصاتی که دارتون به نظر نمی‌رسه چیز خاصی باشه، ولی بازم واسه تمرین‌ها رو انجام بدین. و از اونجا که نمیشه دقیق تشخیص داد که این ساکرو جوینت یا بیشتر کرمپ مایچه به نظر بنده میاد، ماشه کمرم طوریه که وقتی که کوفته و کوبیده شد دیگه به این راحتی ها باز نمیشه، چرا که مرتب کمر تحت فشاره و برای هر کاری از کمر ما استفاده میکنیم. به همین خاطر بهترین حالتش اینه که پیش کمپار فیزیوتراپیست برین، 1-2 جلسه با تکنیک های دستی رو کمر شما کار بکنه و باعث باز شدن و افزایش دامن حرکتی کمر شما بشه که شما بتونید به راحتی راه بروید. در مورد دارویی که پرسیدیم، بروفن، معمولا این داروها درون 1 هفته اول دوم توصیه میشه. بیشتر از اون دیگه سودی نداره برای شما، چرا که تا موقعی که دامنه حرکتی و اون تون مایچه شما به حالت عادی برنگرده، همین حالت رو خواهید داشت و مرتب بایستی دارو استفاده بکنید که تأثیر چندانی هم رو بهبودی بیماری نداره. داروها فقط مسکن هستن، مخصوصا در مورد بیماری های دستگاه اسکلت که تأثیر چندانی ندارن. خب یک دوست دیگه ای گفتن دارم خیلی اذیتم میکنه، چندین ماه خوابیدم هیچ نتیجه نگرفتم. L5S1 آقای دکتر، من دیگه کاری نمیتونم بکنم، تو رو به خدا راهنمایی کنید. آقای وحید بودن، این سوالتون با مشخصات کامل بفرستین. ولی در کل وقتی که دیسک آسیب میبینه دوستان، ببینید باز هم
خب در برنامه های مختلف این کامل توضیح دادم که دیسک یک غضروفی بین ستون مهره های کمر که بین هر دو تا مهره یک دیسکی اندازه یک سکه می باشه و قطرش معمولا چند میلیمتر تا چند سانت، حالت همش یکسان نیست. وقتی که فشارها به کمر زیاد بشه و نتونه تحمل بکنه مایچه ها و بافت های نگه دارنده ثبات کمر، فشار بیش از حد به دیسک باعث آسیب دیدگی اون میشه. ولی همه دیسک ها قابل بهبودی هستن دوستان، به جز معدود شرایط خاصی. به همین خاطر بایستی شما باز هم توصیه میکنم تمرین های انای کمر و لگن انجام بدین، چرا که این تمرین ها از یک طرف بافت ها رو ریلکس میکنن و همونجوری که برای بیمار قبلی اشاره کردم، هر موقع ما هر آسیبی تو کمر داشته باشیم اولین مشخصه اون اینه که مایچه ها و تاندون ها و لیگامنت های نگه دارنده اون ناحیه بیش از حد خشک و تندرنس و کوفته میشن و تا اینها خوب نشن شرایط آماده نمیشه که اون دیسک شما خوب بشه. به همین لحاظ بایستی ما شرایط رو آماده بکنیم که اون دیسک بتونه خوب بشه، چرا که دیسک هم بارها گفتم یک بافت زنده است و اگه شرایط به خوبی آماده بشه اون هم میتونه خوب بشه. و از همه مهمتر اثرات این تمرین هاست که نبایستی به هیچ وجه دست کم بگیرید. حتی تحقیقاتی هم اشاره کردن که اگه تأثیری هم تمرین برای یک آسیب نداشته باشه باز لازمه که انجام بدیم. و در کنار این تمرین های تخصصی حتی اکثر مقالات علمی توصیه میکنن که تمرین های جنرال اکسرسایز را هم انجام بدیم، مثل همون بیننده قبلی که دکترشون توصیه کرده بود پیاده روی بکنن. یکی شنا دوست داره، برفرض بریم برای کمر و ناراحتی و غضروف و مفاصل خیلی خوبه، پیاده روی خوبه، نمیدونم دوچرخ سواری خیلی خوبه برای اکثر این بیماری ها. پس ببینید بایستی فقط استراحت نکنید، تمام تحقیقات و گایدلاین ها به این نتیجه رسیدن توصیه میکنن که استراحت هیچ سودی نداره. البته اون یکی دو هفته اول خیلی مؤثره، اون هم به خاطر آرام کردن و ریلکس کردن اون ناحیه است در واقع، ولی بعد از اون استراحت درد رو دوا نمی کنه و باعث شما با حرکت و تمرین ها اونو خوب بکنید. در یه سری مواقع هم یه سری تکنیک های دستی میتونه خیلی مؤثر باشه. خب یه تعداد زیادی از هموطنان از افغانستان برنامه بنده رو میبینن و پیام میدن که خواستم همینجا هم اشاره بکنم، از تاجیکستان، تمام کشورهای خلیج فارس و از سراسر دنیا. خوشبختانه این برنامه ها خیلی تأثیرات بسزایی گذاشته، حتی در بین همکاران خارج در همین انگلیس ده ها نفرشون به بنده پیام میدن و تشکر میکنن و خیلی خوشحالن که همچی کاری رو یک فیزیوتراپیست تونسته بکنه، که واقعا بنده افتخار میکنم. این پیام این دوستو میخونم، اونتا چون ریپورتشو نفرستاده فقط خواستم بگم که بنده پیام رو میخونم. انگلیسی هم نوشته: Hello dear sir, I hope you'll be fine and doing well. This is Mujib from Afghanistan. I have seen your video in YouTube channel and I am doing those exercises, but still I'm not feeling well. In case I need your help, dear doctor, I am sending you my report which I have received here in Afghanistan from doctors. Please check my report and give me some advice for having back my health body and disc. خب بیننده عزیز، از اونجا که سوال شما هم در رابطه با دیسک است، پس جواب شما رو در سوال قبلی دادم. ببینید متاسفانه در منطقه خلیج فارس و میدل ایست، من خیلی بیمار از جای مختلف اینجا به پیش بنده میان، همین که میشنون دیسک کمر گرفتن دیگه واقعا یه جوره قطع امید میکنن. خود بنده در بین آشنایان افراد زیادی را دیدم که تا میبینن دیسک کمر گرفتن خیلی شدید ناراحت میشن و روحیه‌شون رو میبازن. بینندگان، همونجوری که اشاره کردم دیسک کمر هم یک بافت زنده است، باعث شرایط رو فراهم کرد با متدهای درمانی مختلف، با ریلکسیشن ها، با تمرین ها و تقویت بافت ها و عضلات که فشار کمتری به اون دیسک بیاد و اون دیسک اجازه ترمیم داشته باشه. همونجوری که اشاره کردم ستون فقرات رو
اون مایچه ها نگه میدارن و وقتی مایچه ها فشار بیشتری بیارن باعث میشه که اون دیسک نتونه ترمیم پیدا بکنه. خب به سری از سوال از تلگرام پاسخ میدم که دوستی نوشتن با درود سلام فراوان، مدتی است در عضل بالایی دست راست از کتف تا آرنج احساس درد و سوزش دارم، لطفا راهنمایی بفرمایید، سپاسگزارم. خب دوست عزیز، معمولا اینجور ناراحت های عضله یک میگیم رود کوز آف د پرابلم، در واقع یک علت خاصی داره که این آسیب ایجاد شده، یا حالا میتونه کار شما باشه، نحوه کار شما که اشاره کردین، شغل شما، و یا بعضی مواقع بلند کردن یک شی یا وزنه سنگین باعث میشه که فشار بیش از حد به این بافت بیاد. بازم توصیه میکنم برنامه های مربوط به شانه و دست و آرنج رو که همین چند هفته اخیر براتون پخش کردیم حتما ببینید و حتما نتایج خوبی را خواهید گرفت. و برای اینکه مشخص نیست کدوم عضل است و مشکلتون چیه، حتما به یک همکار فیزیوتراپیست در صورت امکان مراجعه بکنید. یه دوست دیگه گفتم با سلام خدمت آقای محمدزاده، مفصل آرنجم که مدت 5 ماه است مقداری متورم شده و بیشتر با فشار دردناک می شود. لازم است اضافه کنم که حدود 11 سال است که با دست راستم خمیر نان درست می کنم. لطفا توصیه خود را بفرمایید، با تشکر آقای فرامرز. دوست عزیز خسته نباشید میگم به شما، و واقعا همکارانی که در شغل شریف نونوایی کار میکنند کار بسیار سختی را دارند. مشکل شما به خاطر حرکت تکراری که متاسفانه آسیب وارد کرده به آرنج شما، و با اینکه کارهای نسبتا سنگینی نیستن پختن و آماده کردن خمیر و نون، ولی چون تکرار میشه، مثل همون یکی که با خیاطی میکنه، مثل یکی که پشت کامپیوتر کار میکنه، مثل یه همکار دندان پزشک، ولی به خاطر این تکرار حرکت ها باعث کوفتگی و فتیگ میشه در واقع. و بازم توصیه میکنم تمرین های آرنج و شونه و گردن و همه اینها رو با هم انجام بدین، 2-3 هفته با تمرین های ساده شروع بکنید. و آرنج جایی که خودتونم میتونید کمی شبا ماساژ بدین، قشنگ اینجای دستتون رو دوربر مفصل آرنج رو یکم با یک کرم های آرام کننده هست، ضد التهاب هست، یا حتی اگه نبود با چیزی مثل ویکس رو ماساژ بدین. و مهم اون ماساژ، نه توجه زیاد به اون کرم نیست، حتی با روغن ماساژ هم میتونید این کارو بکنید. و در کنار این با تمرین های ساده آرنج که چند تا اینجا براتون نشون میدم انجام بدید و مرتب زیاد بکنید، در واقع بایستی اونقدر پیش برید که کم کم و کم کم، چرا که بارها اشاره کردم تأثیر تمرین فقط و فقط به اندازه فشار مناسب در مراحل مختلف ریکاوری و بهبودی است. شما اگه پیش بنده برفرض بیاین روز اول یه سری تمرین هایی بهتون میدیم که هیچ فشاری و در واقع لودینگی به بافتا وارد نمی کنیم، ولی 6 هفته بعد ازتون میخوام که شنا برید برفرض، یا بارفیکس حتی برید. پس ببینید بافت موجود زنده ایه، و این سلولای ما با تمرین های مختلف که شامل متد مختلف هستن، از کانسنتریک، اکسنتریک، آیزومتریک، بعد پروپریوسپشن که یک گیرنده هایی در مفاصل و بافتا هستن ما فعال میکنیم، یه سری تمرین های نوروماسکولار ترینینگ هست، یه سری تمرین های فانکشنال هست. فرض برای همین کار نونوایی وقتی پیش همکار فیزیوتراپیست برین میتونه یه سری تمرین های بهتون بده که شما در هفته های آخر رو همون کار تمرکز بشه، در واقع با تمرین های مختلف. به عنوان مثال یک همین الان بنده 2 تا بیمار دارم که تنیس بازی میکنه، یکیشون یکم بدمینتون. خب ما دقیقا الان کلیپشم در اینستاگرام گذاشتم، هفته آخر معمولا 2-3 هفته آخر معمولا رو تمرین های مربوط به اون رشته ورزشی کار میکنیم که این شخص آماده بشه برای اون حرکات خاص، برفرض
صرف کردن در تنیس، اینه که شما بایستی حتما این برنامه های آرنج رو ببینید و کم کم به مراحل آخر برسید، و اگر میتونید حتما پیش همکار فیزیوتراپیست که در نقاط مختلف هستن و خوشبختانه همکاران در طی این که 2 سال تمرین های خیلی خوبی انجام میدن و اکثرا به تمرین درمانی روی آوردن. بازم اینجا میگم هر جا رفتین هر همکار فیزیوتراپیستی حداقل نصف اون زمانی که تو مطبشون هستین به شما و روی شما به طور تک به تک و شخصی با خودش نمونشی و غیره و ایکس و ایگرگ با تمرین کار نکرد، باید اعتراض بکنید یا عوض کنید بریم پیش یک مطب دیگه که با تکنیک های دستی و تمرین بیشتر کار میکنه. میگم مدالتی و دستگاه هم خوبن، ولی دیگه حد اکثر 5 دقیقه 10 دقیقه، نه اینکه تمام جلسه رو شما فقط با دستگاه کار بکنید. یه آقای به اسم فرهاد گفتن سلام آقای دکتر، من دیسک گردن دارم، چند دفعه برنامه شما رو دیدم به اتفاق خانم النا که کار با وزنه رو آموزش میدیدین، یاد النا رو هم گرامی میداریم از همینجا که ایشون رفتن اسپانیا متاسفانه و هنوز فقط تلفنی با هم در تماسیم و حالشون هم خوبه و خیلی ممنون بابت خیلی از شما بینندگان در سوشال میدیا و جاهای دیگه ازشون تشکر کردیم که واقعا دوران خیلی خوبی بود با ایشون. من با توجه به دیسک گردن عکاسی هم می کنم و وزن دوربین من بین 1.5 تا 2 کیلوگرم متغیر است. میخواستم از نظر حضرت عالی سوال کنم برای من این کار این حرکات با توجه به سن من 58 می تواند مؤثر باشد تا در هنگام حمل دوربین فشاری به دست و گردن من نیاید. من در حال حاضر علاوه بر ورزش های مخصوص گردن که شما گفتین هفته 3 بار نیز کار با وزنه که شما آموزش دادین را انجام می دهم. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با وزن نیم کیلو شروع کردم. ممنون پاسخ میشم پاسخ بفرمایید. خب خیلی ممنون دوست عزیز از این پیام خوب شما و ممنون بابت محبت شما و تشکر شما از خانم النا. ببینید خیلی کار خوبی میکنید، تمرین ها را دقیقا این اصولشه. بایستی اون 2-3 هفته اول که دیدیم برنامه همو برای مبنا تهیه میکنم تمرین بدون وزنه باشه، بعد وزنه نیم کیلویی، بعد اتفاقا بالاتر هم برید. منتها همونجوری که نوشتین شنبه، دوشنبه، چهارشنبه وقتی که با وزنه تمرین میکنیم دیگه حداقل باید یک روز استراحت بدین که شما دارین بهترین کار میکنید. اون وزن دوربین 1.5 تا 2 کیلوگرم برای شونه زیاد نیست، ولی چون دستاتون رو در این حالت میگیریم یا اگه پایه داشته باشین که چه بهتر، به هر حال بازم حرکت های دست در این حالت زیاد میشه. به همین خاطر توصیه میکنم تمرین های مربوط به روتیتر کاف هم انجام بدین، چون وقتی دست میاد این بالا یعنی که چرخنده های شانه کار میکنن. پس تمرین های چرخش شانه رو هم حتما انجام بدید که من ببینم چقدر وقت داریم. بله کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم، یک سال دیگه هم براتون میخونم. یه دوست دیگه گفتن سلام های دکتر، ممنون که به مشکلم جواب دادید، متاسفانه نتونستم ویدیو 38 رو که در برنامه اعلام فرمودید از سایتتون پیدا کنم. همه ویدیوها رو چند بار سرچ کردم چک کردم ولی ویدیو 38 نبود. لطفا این برنامه رو در کانال تلگرامتون یک بار دیگر بذارید. چرا یه سوال دیگه هم گفتن چرا وقتی حرکت کششی رو انجام میدهم گرفتگی در عضلاتم بیشتر میشود؟ ببینید ویدیو همه در کانال ما هستن، متاسفانه خب تلگرام چون زیاد شده بهتره از یوتیوب استفاده بکنید، خیلی راحت تر میتونید به تمام برنامه دسترسی داشته باشید، ولی جهت اطلاع شما همه برنامه ها در کانال یوتیوب و فیسبوک و لینکدین و یوتیوب هستن. فقط در اینستاگرام ما فقط کلیپ های کوتاه میذاریم، یه سری از برنامه هم به طور کامل اونجا گذاشتیم. سوالی که پرسیدین چرا حرکت کششی کمک نمیکنه و از گرفتگی عضلاتتون بیشتر میکنه، میتونم اینجوری راهنماییتون بکنم که شما اول تمرین های گرم کننده یا نرمشی یا موبلایزینگ اگزرسایز اون ناحیه از بدن که نگفتیم کجاست انجام بدین، همه اینا در این 5 ماه اخیر باز نشون دادیم، و بعد یک کم تقویت بکنید اون بافتو، حالا هر بافتی هست، پا، گردن، شونه، کمر، در آخر حرکات کششی رو انجام بدید و اون موقع جواب میده. حتما در یه سری از مواقع هم که وقتی تون مایچه خیلی بالا باشه یا کوفتگی و گرفتگی مایچه داشته باشین که احتمالا شما اونو دارید، وقتی کش میاری یکم احساس درد میکنه و
میتونه گرفتگی ایجاد بکنه، ولی هیچ جای نگرانی نیست. اتفاقا شما اون کشش رو بیشتر انجام بدید، هیچ نگران نباشید. مایچه وقتی که تحت فشار قرار گرفته یا آسیب دیده یا یه بیماری داشتیم در یک مفصل، مایچه بغلیش آسیب دیدن، بعد چند ماه و بعضی وقتها چند سال متاسفانه بیماران رنج میبرن، دیگه کاملا به یک عضو بیمار تبدیل میشه. در واقع با این تمرین های موبلایزینگ، نرم کننده و بعد تقویتی و کششی ها، شما اون مموری ماسل رو یا اون حافظه مایچه ها رو فعال میکنید، دوباره به اون مایچه آموزش میدین، چرا که در تحقیقات زیادی ثابت شده که از نظر فیزیولوژی بافت مایچه این قابلیت رو داره که اون حافظه قبلیش رو پیدا بکنه و بهترین کار هم برای این باز تمرین درمانی است. پس ببینید دوستان، از هر نظر که به بدن نگاه بکنیم تمرین درمانی مؤثره. به همین لحاظ توصیه میکنم حتما تمرین های اون ناحیه رو انجام بدید و حتما نتیجه رو خواهید گرفت. یک سوال دیگه هم بنده جواب بدم که با درست اومده استاد عزیز ارجمند، ضمن تشکر از برنامه های بسیار مفیدتون در شبکه جهانی ایران فردا، یک سوال داشتم. من عادت به پیاده روی های طولانی در حدود 15 تا 20 کیلومتر در روز دارم، آیا مسافت طولانی مفید است یا ضرر دارد؟ سن من 50 است. نه اتفاقا خیلی خیلی کار خوبی میکنید، 15 تا 20 کیلومتر چون عادت هم دارید خیلی فکر خوبیه، خیلی نکات و مزایای زیادی داره. حتما به دوستان و فامیل و آشنایتون هم پیشنهاد کنه این کارو بکنن. کسی هم که نمیتونه میتونه از 5 دقیقه شروع بکنه، حتی گفتم بارها کسی هم که حتی بیرون هم نمیتونه بره، تو خونش روزی 5 تا 5 دقیقه پیاده روی بکنه بدون نشستن، و با این روش ها میتونید هر هفته چند متر بهش اضافه بکنید، چند دقیقه بهش اضافه بکنید. و مثل این بیننده عزیز که سنش هم هنوز جوونه، 50 سال هیچ سنی نیست، همسن بنده هستین و بتونید به 15-20 کیلومتر برسید. واقعا افرادی مثل شما الگو نمونه خوبی برای همه بیننده ها هستن. امیدوارم که از اینجور مطالبم برای بنده بفرستین، یا از تمرینایی که انجام میدین ویدیوهای 1 دقیقه 2 دقیقه بفرستین، یا از مشکلاتتون برفرض راه رفتنتون مشکل دارید، شونتون درد میکنه، ویدیوهای 1-2 دقیقه بفرستین، بنده در اینجا شیر میکنم که هموطنان دیگه هم بتونن استفاده بکنن. خب خیلی ممنون بابت تمام نکات و موضوعاتی که مطرح میکنید و یه جورایی حس همبستگی منم پیدا کردم به شما، عادت کردم بهتون و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و واقعا حالا یه سری مطالبم شاید شیر کردم. بینندگان زیادی هستن که با همین تمرین هایی که بنده اینجا نشون دادم بهبودی کامل پیدا کردن، و امیدوارم شما بینندگان جدیدی هم که به این برنامه پیوستین تمرین ها رو انجام بدید. هیچ حتی 1% هم در مؤثر بودن تمرین شک نکنید. همونجوری که گفتم حتی اگه مؤثر هم نباشه، شما بایستی تمرین رو انجام بدین تا بدنتون سالم و تندرست باشه. در کنار این که تمرین ها برای آن بافت زانو یا شونه یا مفصل مچ پا و غیره خوبن، در دراز مدت شما اینا رو که بیشتر انجام بدین برای کل بدن شما مفید هستن، و به همون خاطر است که بنده برنامه های مختلف، تمرین مختلف تمام بدن رو الان تقریبا برایشون بارها نشون دادم، و به اینا مراجعه بکنید و رو اصول پیش برید که آسیبی به خودتون وارد نکنید و کم کم بیشتر و بیشتر بکنید. و براتون هر جا که هستین آرزوی تندرستی و سلامتی میکنم. روز شب شما خوش، خدا نگهدار.